داستان غم‌انگیز خانواده‌ای که دختر 25 ساله‌شان کشته شد و پسر 27 ساله‌شان زندانی. این مرد غفور نام دارد. او به اتهام قتل خواهرش به 16 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده است. غفور 2.5 سال را در پشت میله‌های زندان پلچرخی سپری کرده و باید متباقی حبسش را نیز در عقب میله‌های زندان سپری کند. چند سال خود سپری کردی تو؟ 2.5 سال سپری کردم. چند سال دیگه باید زندان بود؟ یعنی 13 سال دیگه باید بمانم، البته نشد. داستان زندگی غفور و خواهرش به زمانی برمیگردد که آنان کودک بودند. پدرشان کشته شد و مادرشان شوهر دیگر گرفت. مادرم به خاطر دیگه شوهر گرفت که علمی عبدالزاده بود در وقت ورسا. پدرم از خانه سک ورسا آمد، پشت خانه ما کمین گرفته. علمی عبدالزاده میاد پشت خانه ما، ورسا را درش میکنه شو. صبح ورسا میخیزه که تو قماندان هستی، تو نفر داری، نفرات شما ماشید درش شدی، نفرات کجاست، بچهات کجاست. این میده که من یک آدم غریب هستم، نه بچه دارم، نه دیگه دارم، نه دیگه. از جیجان خبر نداره جیجان چی است. صبح پدر ما را ستمکش میکنه، خانه را من میمونه به دیگه روی میکنه، مادر ما را از خانه میکشه. من داشتم مادر بدون بود. او همشیدن تو دنیا آمده بود. بالاخره که اونمو مادر ما را اونمو که درش کرده بود، اونمو میای مادر ما را نکاح میکنه که بی وقت از ما میشه. این همگیش برمیگرده به تاثیرات که جنگ در بالای زندگی مردم داشته و خصوص بالای خانواده ها در افغانستان داشته و متاسفانه امروز شاید هزارها خانواده و یا بیشتر از میلیون ها خانواده را ما داشته باشیم که اونا پدر خانواده و یک مادر خانواده، برادر خانواده در اثر جنگ ها شهید شده باشه و باز بعد از اون شیرازی خانواده ها به اثر از جنگ، به اثر نبود یکی از اعضای خانواده از هم پاشیده باشه. غفور و خواهرش نزد کاکایشان بزرگ میشوند و پس از اینکه به سن قانونی میرسند، کاکای آنان دخترش را به غفور میدهد و خواهر غفور را به پسر خود نکاح میکند. و پس از گذشت 2 سال، خواهر غفور از شوهرش جدا شده به خانه برادرش برمیگردد. ما بودم همشیرین بود. کاکایم بود ما را کلان کرد. وقتی کلان کرد، دختر خود به نام ما کرد، همشیرین ما را به نام بچه خود کرد. وقتی کاکایم شهید شد، عروسی کردیم، بچه کاکایم زن خود طلاق داد. خواهر مرا طلاق داد. چی باعث شد که بچه کاکایت همیشه تو ریلا بود؟ باعث نمیشد که ایجا خواه گفتم که از اول اینما تو دمی تعداد که خراب باشه تا آخرم تو ساختمان به سر نمیرسن. اینمی از اول هی طرف و طرف میگشت. وقتی که فامیل زرش گفت که این زن نمیشه از این که طلاق کردم بهتر است. باز او کتا کدام بچه گیرش کرده بود. باز ما را گفت تو چی میبینی که ما زن خود اعلان نمی کنم. ما گفتم تو زن خود اعلان نمی کنیم، ما سر خود تیر هستم. وقتی که ایگه پا گفتم رفتم در چند نفر ششتن رو دم و خریه او یه طلاق نمشته کردن که ما طلاق میده میرد اعلان کنم. یک از موارد که ما همیشه تاکید داشتیم و دادخواهی داشتیم در مورد امی ازدواج های بدل بوده و این از آنجای بوده که متاسفانه اکثریت ازدواج هایی که بدل بوده و این نتانسته که آینده بسیار خوب داشته باشه و بالاخره به یک ازدواج موفق تبدیل نشده در اکثریت قضایا و معمولا متضررم از ازدواج های بدل معمولا زن ها می باشن و اما قسمی که در اسلام هم ازدواج بدل جایز نیست و قانون مدنی افغانستان هم در قسم سرات داره ازدواج بدل نفی میکنه. ما همیشه ما به این تاکید داشتیم تا این که جلوگیری شود و مردم آگاهی داده شود در قسمت اضرار و پیامدهایی که ازدواج های بدل میتونه بالای زوجین یا خانم و شوهر داشته باشه و بالاخره چقدر تاثیر میتونه داشته باشه بالای زندگی خانوادگی و در چی قضایای مختلف بوده که بالاخره اما ازدواج و یا خانواده که در اثر ازدواج بدل تشکیل شده این خانواده از هم پاشیده و دوام نتانسته که دوام بیاره. به باور خودت امی عروسی بدلک یا عروسی بدل تا چی اندازه موفق بوده میتونه این عروسی؟ عروسی از دو طرف موفق شده میتونه. هم اوجه دختر آرام باشه، هم دختر ازی آرام باشه. اگر اونجا سر همشیری مظلم بود، ستم بود، اینجا مردم میخواست که تو سر ازی ظلم کو. ما گفتم مرا خداوند حق داده، من انسان هستم. او که نادان است، او که ظلم میکنه، میرم برش بزرگ میکنم. بزرگ یعنی مردم برات میگفت که وقتی که خواهر تو جا سر ظلم است، تو هم سر ازی خواهر تو سر ازی ظلم کو. میگفتن برات؟ میگفتن برام. حداقل همی خاله میگفت، مادرم میگفت. او تو روزا گفت برام که میزنه تا ایلاکو بیخ برو.
چرا؟ ايش مطلبش نگرفتم. موقع تمام زندان که برام برش میگه اول خاله جان تو بگو برام این میگه با. که تو برام میگفتی زن تا ایلا کو تو برو. یکی این مشکل برام با که مشکلش چی بود ازنم؟ ولی مخکت زن خود زندگی کردیم. 16 سال زندگی کردیم چون خورترک موجه کلان شدیم. امی رسم رواجای سابق که هست و امی بودی امی که اینا فعلا که ما شما قضیهش تعقیب داریم و سرش تبصره میکنیم اگر این مسائل ها با مشوره و یا غیر از این مسائل ها می بود بدل می بود این مسائل ها می بود این مسائل ها به این اندازه نمی رسید اینی کار هست اینمی نارضایتی های فامیل است و خودسرانه هر کدامش بدون مشوره یکی دیگه بدون مشوره خواهر بدون مشوره برادر یا پدر بدون مشوره بچه یکان کارایی که میکنه سببش این تو گپا میگرده غفور میگوید که پس از گذشت چند ماه خواهرش با یک شخص دیگر ازدواج کرد اما چندی نگذشت که از شوهر دومیش نیز جدا شد غفور ادعا میکند که خواهرش همواره حرفهای او را ناشنیده میگرفت و همراه او زبان بازی میکرد باز خواهر همونجا کتما بود دو دونیم سال کتما بود بعد از او یک جای دیگه بشوی دادیم اوجم پس طلاق گرفت پس آمد چرا؟ نمیشت بزاریش؟ خود زبانش خوب نبود باز به سرمک باید خورد در این خانه میرفت در اون خانه میرفت در اون خانه میرفت در این خانه میرفت کجا رفتی پیش مادر رفته بودم پس که میامد کجا رفتی تو رشی؟ اینی میگه باش مرا خیلی جوار میداد زبان بازی میکرد زبان بازی میکرد کتم زد بازی میکرد کتم تو نمیتونستی این موضوع رو با مادر در جان بگذاری؟ مادر خود دیگه گرفته بود زیر دست مردم بود که حتی از پشت دیدار ما دق می آورده دیدار ما رو ببینه این اصلا دانشش پایین هستن و آگاهی اساسی در این مسائل ندارن و مردمایی که در اطراف واقعیت هم زندگی کرده باشه علی شکر از اکثرش خوب شده اینی مسائل ها را یک ننگ به جای میدانه که تیادر و عدرزاده و کلان و مولا و مولی و ملک خود چرا مشوره بکنم تو یک دست به عمل میزنه که ایندهش بیخی خرابتر و خرابتر میشه خب ما اگر راست شد بگویی یعنی که عریضه نوشته کردم که پیش ریسه فیده ششتم از دولت، از ملت، از می قریه دار، از کلی ناامید شدم حتی از جان خود ناامید شدم که من دیگه اخی کی هستم، من کی پیدا کنم، من چرا این رقم هستم بعد اگر یک سک چوچه میتن، اما سرپرست چوچه خدا میکنن تا که مثلا از دانه خوری میکنن ولی ما خیلی مخی کسی نداشتیم که دست راست و دست چپ خود بشناسیم بازی رو هم اکنه در تان کارسود رفتی بری خواهد محور که سر ما ظلم بود، ظلم بود، ظلم بود تا به حیث آراد غفور ادعا دارد پس از اینکه خواهر او از شوهر دومیش جدا شد شش ماه بعد عامله شد غفور میگوید در حالت قرار گرفته بود که نمیدانست چی کار را انجام میدهد و بنا به حرف ناپسند و تنهای خویشاوندانش تصمیم میگیرد که خواهرش را با شلیک گلوله تفنگ چرایی از بین ببرد بالاخره کمدار شد ما براش گفتم میری از کجا کردی نفرش نشان بده براش بتم دیگه ولی هر چی کردم نه قائل نشد نه با وزار نه به نسیت نه به زاری نه به زدن چی میخواستی از خواهرت میخواستی چی بفهمید تو یعنی میره بخواستم که یعنی نسل گرفتی از کی گرفتی این عامله‌دار بود عامله‌دار بود خیر ببینه این می عامله از کی گرفتی از هر کسی گرفتی اون نفر نشان بده بر نشانش میکنم برو پشت راه تم زندگی خوب داشته باشی ما چرا همین موضوع رو با خودش نخواستی که بشینی امروز صحبت بکنی قناعتش بدی قناعت دادنش خیلی کار دشوار و سخت بود برات سخت به خاطر این سخت بود که من شش ماه از این پرسان کردم شش ماه برای من راز نگفتی یعنی بعد از شش ماه ایرم از آدم کشتم چی باید شد که تصمیم میگیری بروی بزنیش تصمیم میگرفتم من گفتم آله خدای دنیا مرده میرخم طرف سید میکنه سو سبا روز بری مرگ اول مرگ است مور دیدم روز محشرم پروردگار بر گویا که تو یک خانواده دیدم مایت کردن من سید ایرخم بود خو یک گپ دلم نمی مغز انسان میگرده ولی خود چون که سنم خورد بود 20 سالگی رسیده بودم عقل تازه سر کار شده بود فایل قضیه در جریان تحقیق قسم بیان میکنه که گویا ما هر قدر تلاش کردم که این مسئله چگونه پنهان شوه و ای به ما یک شرم بود و ننگ بود بار کسی یک مشوره کردم یگانه مشوره می بود که یا یگانه راه حل می بود که ما باید ایره از بین ببرم دیگه یک مسئله وجود نداشته باشه ما به پدر به مادر به قوم به هر چی بودم فکر کردم یک آدم راهنما نداشتم که برام راه خوب نشان بده ما خودم سندم 20 سالگی بود نمیفهمیدم اینی کلا گپ ده گلم گشت دیگه من تفنگ تا کردم صبح کی ساعت 8 بجه صبح بود چای ما خوردم بعد از چای دیگه تفنگ تا کردم زدم شد به صورتی که یک مسئله را میفهمید که گویا رابطه نامشروع بوده باشه میتونست به مراجع دولتی اطلاع بده میتونست از به موارد دیگه اقدام بکنه که منتج به یک نتیجه نمیشد که ما حیات یک شخص حدس میدیم
غفور بعد تاریخ 28 ماه ثور سال 1397 خواهرش را به قتل میرساند و خودش تصمیم میگیرد که به یکی از کشورهای همسایه افغانستان فرار کند. زمانی که پلیس از این موضوع آگاهی پیدا میکند، جسد را برای تحقیقات بیشتر به طب عدلی روان میکند. مادر مقتول ادعا میکند که دخترش از سوی غفور به قتل رسیده است. 28/3/87 یک اطلاع به ما آمد که در قریه سرساخیل قتل صورت گرفته. عجل بیادرهای کشفی و امنی ما دست به اقدام گرفت کردیم و به اجراعات شروع کردیم. رسانیم خود در سایه، در سایه منطقه سرساخیل گرفتیم، سایه را استعداد کردیم. چون سایه یه ذره کوبنداس و جنگلاس از ولسوالی هم یه ذره فاصله داره، تقریبا دیرا 30-35-40 دقیقه گذشت. رفتیم در سایه که بالای سر جسد که رسیدیم، سایه را استعداد کردیم، جستجوی شروع کردیم از مردم هام و از فامیل ازیا. مادرش دیدیم، گفتیم قتل دختر سببش چی است، علتش چی است و از طرف کی صورت گرفته باشه. مادرش در این وقت گفت که قتل بچه‌ایم کرده. ما در جستجوی بچه شدیم و گرچه همکاری مردم هم واقعیت زیاد بود که ما وضعیت است، فعلا هم تصمیم گرفتیم موافق به گرفتاری قاتل نشدیم. من رفتم فرار کردم، ایران رفتم. چی مدت در ایران سپری کردی؟ یک سال تیر کردم پس آمدم، یک دو ماه تیر کردم باز رفتم ایران، باز یک دو سال تیر کردم پس آمدم، یک مقدار پول مرا جمع کردم آمدم، یک خانه خود جور کردم، باغ جور کردم، زندگی خوب داشتم الحمدلله. پس از 7 سال غفور به افغانستان برمیگردد و از اینکه او تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت، بعد تاریخ 3 مه قوس سال 1394، یعنی 7 سال و 6 ماه پس از انجام فعل، در ولسوالی فرزه ولایت کابل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. مدت زمان تیر شده بود، وقت در این مابین گذشت. مردکه فرار کرده بود خارج از کشور، در کدام مملکت دیگه به سر می بود. در میان 7 سال و چیزی کم 7 سال، چیزی بالاتر 6 سال گذشته بود که دیگر روز یک اطلاع آمد به همکارای ما و به کارمندای ما که قاتلی که 6 یا 6.5 سال 7 سال پیش خواهر خود به قتل رسانده بود داخل کابل شده. 2 روز دیگر جستجویش کردیم که در منطقه داخل شده بود و صبحش به طرف بازار زرگران، یک منطقه جای است که اده موتراس میخواست در اوجا بره و دوباره طرف کابل و هر چی که میخواست بره. اطلاع آمد در این زمان در وسط راه کارمندا ششته بودن دوستا و چون کارمندای ما امریکن ترول و ای بیادرهای ما مسلکی بودن و مسلکی هستن و همکاری مردم با اینا زیادتر و بیشتر بودن، در این زمان دمورایی را گرفتار کردن. آوردیم و باز ازارات ها و تایقاتی که مربوط می شد به قماندانی امنیه او را از پیشش کردیم. دوباره دوسیهش چون سابقه داشت، گزارش و راپورش سابق به سراندوالی بود، دوسیهش را ترتیب کرده و به سراندوالی دادیم. خیلی خودم از سرخاخیل نام داره خوازی رفتم، خیلی سوخته نام داره اوجه رفتم، پشت یک ذره پیسه بود، پشت پیسه رفتم. پس دوباره کجا آمدم در این راه کمین گرفته بودم، مرا گرفتن اوجه بازگاش کردم. این حتما از اصلاسای خانواده هم کسی گزارش داده؟ کسی گزارش داده بودن. بیشتر خود گفتی که او درزالا اگه میگفت که اگر خودت اقدام میکنی اقدام میکنی، اگر اقدام نمیکنی ما اقدام میکنیم. خیر ببینیم. اینو میخواستم چی بگویم بر تو؟ این می عبدالزاده که ششتم کتشان باز او گفت که تو اگر اقدام میکنی بکش، اگر نمیکشی. یعنی از بین ببر. چرا میگفتی؟ با خاطر از اینکه عمل است که سوارت کلی ما شرمندگی برای ما کلی ما است. ما هم عقل ما خام بود، ما گفتم اگر اگر میکشی بکش، اگر نمیکشی من تو را میکشم، میرم میکشم. اگر ای مردم ما یا ما ای را غیرت بدانیم، بی حالی غیرت دیگه شما سنجیم. فامیل ازی، صغیرای ازی، وزن ازی ای غیرت علیکی بجای میکنه و ای را کی نان میده و ای را کی نگاه میکنه و ای را کی سرپرستی میکنه. اگر او غیرت ناروا را ناجایزه که میگیره، اصلا غیرت از پیشش خطا میخوره. اگر ای پشت همی غیرت نمیگشتم، مراجعه میکرد یک ارگان های عدلی و قضایی یا به یک ارگان های دولتی، هر جایی که مراجعه میکرد بینی بدبختی و بینی سرنوشت دوچار نمیشد. فکر بکنیم علی برآوردش که محکمه هم فیصله سرش کرده و سراندوالی هم تایقات خود را تکمیل کرده، علی به دگالات بد در پلی چرخی قرار داشته باشد و فامیلش واقعیت هم چند تا فامیل داره، بچه های خود، فامیلش زیاد بی سرپرست دیگه. این تو من مشکلات های غیرت های بی جای یا اینی رسم و رواج های بی جای به اینی حالت آدم ها دوچار می سازه. پس از اینکه غفور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می شود، سارنوال مربوط موارد زیر را به عنوان دلایل الزام در پرونده او ذکر می کند.
1. اعتراف غفور مبنی بر قتل خواهرش توسط تفنگ چرایی. 2. فرار غفور از محل واقعه به مدت 7 سال. 3. ادعای مادر مقتول مبنی بر قتل دخترش از سوی غفور. سارنوال مربوط از هیئت قضایی محکمه خواسته است تا غفور را در پیوند به قتل خواهرش طبق ماده 395 قانون جزا محکوم به مجازات کنند. و در ماده 395 قانون جزا آمده است مرتکب قتل عمد در یکی از حالات آتی به اعدام محکوم می‌گردد. 1. در حالتی که قتل با اصرار قبلی و توسط توأم باشد. 2. اگر قتل توسط استعمال مواد سمی بیهوش کننده یا منفجره صورت گرفته باشد. 3. اگر قتل با انگیزه دنی یا در برابر اجرت و یا طور وحشیانه صورت گرفته باشد. 4. اگر مقتول از اصول قاتل باشد. 5. اگر عمل قتل بر موظف خدمات عامه در اثنای اجرای خدمت یا به سبب آن صورت گرفته باشد. 6. اگر قاتل قصد قتل بیش از یک نفر داشته باشد و به اثر فعل واحد قتل عمه آنها صورت گرفته باشد. 7. اگر قتل توأم با جنایت یا جنهای دیگر صورت گرفته باشد. 8. اگر قتل به منظور تمدید یا تسهیل یا تنفیذ و قادر شدن به ارتکاب جنایت یا جنایتی که جزای آن از یک سال کمتر پیشبینی نشده باشد و یا به منظور فرار یا رهایی از جزا صورت گرفته باشد. 9. اگر مرتکب قتل عمد محکوم علی به حبس دوام باشد و در خلال مدت تنفیذ حکم مرتکب قتل عمد دیگر یا شروع در آن گردیده باشد. موارد دیگی را که امکارای ما یا سارنوال مربوطه در جریان تحقیق خود به عنوان دلایل الزام و دلایلی که میتونست سبب حکم شود بالای این شخص را دریافت کرد، در نهایت امر دوسیه محول محکمه میشه و خودی شخص را توقیف قرار میداشته باشد. هیئت قضایی محکمه ابتدایی بعد تاریخ 20 مای جدید سال 1394 غفور را در پیوند به قتل خواهرش طبق ماده 395 قانون جزا با رعایت ماده 141 و 143 این قانون از حیام نظارت و توقیف به 16 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کردند. ماده 141 قانون جزا معاذیر یا تبرئه کننده از جزا می باشد و یا تخفیف دهنده آن معاذیر تبرئه کننده و تخفیف دهنده جزا در قانون تصریح می‌گردد. در غیر آن احوال مخففه قضایی عبارت از آلات است که ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه صورت گرفته باشد و یا مجرم از اثر تحریک غیر حق مجنی علی به ارتکاب جرم اقدام نموده باشد و یا محکمه آن را از احوال و اوضاع مربوط به جرم و مجرم استنتاج نماید. ماده 143 قانون جزا 1. هرگاه معاذیر مخففه در جنایت موجود گردد که جزای آن اعدام باشد، محکمه می تواند اعدام را به حبس طویل تنزیل دهد. 2. اگر جزای جنایت حبس دوام یا طویل باشد، محکمه می تواند جزای حبس دوام را به حبس طویل و جزای حبس طویل را به جزای حبس متوسط تنزیل دهد. محکمه ابتدایه به اساس درخواست سارنوال و به اساس شواهد و مدارک و دلایل که سارنوالی در جریان تحقیق خود به دسترس قرار گرفته و پیشکش میکنه به قضات و به محکمه، این شخص به مدت 16 سال حبس تنفیذی محکوم مجازات میکنه. ایدئالی است که از طرف سارنوالی ماده 395 قانون جزا که اعدام یا اشد مجازات را پیش بینی کرده درخواست شده، به خاطر از اینکه اعتراف وجود داره و دلایل کافی هم وجود داره و نشان میده رابطه این شخص با این عمل غیر قانونی که منتج شده به از بین رفتن حیات یک شخص. همزمان به این دوسیه دوباره بعد از محکمه این شخص به مدت 16 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات میکنه. محکمه اول که بود ما را گفت با ماده 395 با مجازات قانون اعدام هستیم. ما گفتم قبول دارم سرانوال صاحب، اما اعدام هم قبول دارم. بازو گفت بروجه بشی ششتا باید پس گفت بیا بخیر. باز رفتم میگه از اعدام کشیدم تا 16 سال قید دادم برات. سارنوال مربوط به فیصله محکمه ابتدایی اعتراض میکند و پروانه غفور محول محکمه استیناف ولایت کابل گردیده. محکمه مذکور و دیوان جزای استره محکمه یکی بعد دیگر فیصله محکمه ابتدایی را تایید و غفور را به 16 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کردند. سارنوالی به نسبت خطا در تحویل قانون دلایل خود دوباره ذکر میکنه و به این حکم محکمه قناعت نمیکنه، با توجه به دلایل را پیدا کرده و دریافت کرده در جریان تحقیقاتشان اعتراض میکنه به این فیصله محکمه و دوسیه را محول میسازه به محکمه دوم تا امو به اساس دلایل شواهد و اسنادی که به دست جریان تحقیق قرار گرفته و چیزی را قانون پیش بینی کرده باید به حکم بالای صورت بگیره. دوسیه محول میشه به محکمه استیناف. محکمه استیناف هم استیناف
فیصله محکمه ابتدایی را که 16 سال حبس تنفیذی برای این شخص تایید میکنه. با آن هم سارنوال به خاطر دقت بیشتر موضوع و با توجه به مواردی که قبلا خدمتتان عرض کردم به این فیصله قناعت نمیکنه، دوسیه را محول میسازه با همو دلایلش که گویا خطا در تعویل از قانون صورت گرفته و در اینجا موارد به عنوان موارد مخففه یا حالات مخففه در این قضیه وجود نداره. این شخص میتونسته قبل از اینکه وارد شود به یک عمل زشت میتونست از راه‌های قانونی دیگه استفاده میکرد تا هم خودش راحت میبود و هم مشکلاتی که گویا برش پیشیده بود به مشکلات هم دولت رسیدگی میکرد. دوسیه میره محول میشه به محکمه سوم یا استر محکمه. استر محکمه هم مدت 16 سال حبس بالای زیادم تایید میکنه. محکمه دو من نیو پول داشتم، یک دانه گاب داشتم در خانه او را سوال کردم، وکیل مدافع گرفتم به خاطر کمی پیش برای دوسیه را. او نمو 16 سال قید برای ما گرفت، نگفت که نمی یادم ابرا داره ابرا نداره، ابراش جور کردیم یا نکردیم. مرا گفت که برو ابرا تو جور میکنم، 6 ماه قید میکشی تو. ما گفتن 6 ماه نه 6 سال بکش. ابرا رو باید کی میداد؟ ابرا رو مادرم میگفت. این وکیل گرفتن به خاطر ابرا گرفته بودم، برو ابرا بگیرم. 5-6 تا اولاد دارم، اونم جو بی سرپرست مانده، زنم از بی سرپرست است دیگه. نه بیادر دارم، نه همشیره دارم، نه تو مادر دارم که بیا دست بگیره سر از اونا، نه بیادر دارم که برای غریبی کنه پول بیاره برشان، نه پدرم از دست که برای غریبی کنه دیگه. ما که بندی شدم مجرم بودم، زجر میکشم، اونا به خاطر چی زجر بکشن؟ غفور نگران آن طرف میله های زندان است، جایی که خانم و فرزندانش بدون او زندگی میکنند. غفور از کاری که انجام داده پشیمان میباشد. از اون کاری که انجام داده چقدر پشیمان است؟ از او خو ایخ پشیمان هستم که نمیال یک خودم باشم، اگه ادام هم کنه خو ادام هستم، اگه بکشی من خو یک روز مرگ از مردن است میمورم. خداوند از بیماری نگاه کنه. یکی دوم اون موج حولانم به سرپرست است، حداقل یک نفر نیست که اون موقع سرش کش کنه، یک در بابت که اون پیسه قلم و کتاب شید. بخاطر از اونا پشیمان هستم. ماده 395 قانون جزا، مرتکب قتل عمد در یکی از حالات عادی به ادام محکوم میگردد. یک، در حالتی که قتل با اصرار قبلی و ترصد توأم باشد. دو، اگر قتل توسط استعمال مواد سمی بیهوش کننده یا منفجره صورت گرفته باشد. سه، اگر قتل با انگیزه دنی یا در برابر اجرت و یا طور وحشیانه صورت گرفته باشد. 4. اگر مقتول از اصول قاتل باشد. 5. اگر عمل قتل بر موظف خدمات عامه در اثنای اجرای خدمت یا به سبب آن صورت گرفته باشد. 6. اگر قاتل قصد قتل بیش از یک نفر داشته باشد و به اثر فعل واحد قتل عمه آنها صورت گرفته باشد. 7. اگر قتل توأم با جنایت یا جنهای دیگر صورت گرفته باشد. 8. اگر قتل به منظور تمدید یا تسهیل یا تنفیذ و قادر شدن به ارتکاب جنایت یا جنایتی که جزای آن از یک سال کمتر پیش بینی نشده باشد و یا به منظور فرار یا رهایی از جزا صورت گرفته باشد. 9. اگر مرتکب قتل عمد محکوم علیه به حبس دوام باشد و در خلال مدت تنفیذ حکم مرتکب قتل عمد دیگر یا شروع در آن گردیده باشد. سلامت. این بود برنامه این هفته. تا دلیل‌های دیگر الان نگهدارید.